کل دنیا هم به عنوان یک شرکت خوشنام مخصوصا تو حوزه نارکوتیک مواد نارکوتیک عرض کردم خدمتتون شناخته میشیم. تپش قلب بوده، استراب بوده، بیخوابی بوده، تب و لرز بوده، تعریق شدید بوده. شرکتی که بتونه به 40 کشور در 5 قاره در واقع دنیا صادرات داشته باشه، یعنی این شرکت به لحاظ توانمندیش، کیفیت، ظرفیت تولید، ظرفیت بسیار خوبی داره. تولید مواد اولیه داروپخش به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده شرکت ماده مؤثره دارویی در ایران که به عنوان یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب ما در واقع در تولید ماده مؤثره که نیاز صنعت دارو هست این شرکت در واقع فعالیت خودش رو شروع میکنه. شرکت تولید مواد اولیه داروپخش با در اختیار داشتن زنجیره‌ای از تولیدات مواد مؤثره دارویی، نیمه ساخته و محصول نهایی و دو سایت تولیدی در استانهای البرز و خراسان رضوی و با بیش از 35 سال سابقه در زمینه‌های مختلف داروهای انسانی، گیاهی و دامی فعال است. این شرکت در بین دیگر شرکت‌های تولید کننده مواد دارویی کشور موفق به کسب رتبه اول تولید مواد مؤثره دارویی از نظر سبد محصولات، میزان تولید و حجم صادرات شده است. عرصه تولید محصولات ما در حوزه API مواد مؤثره هم حوزه نارکوتیک هست، مواد نارکوتیک و هم غیر نارکوتیک. کسب و چهار ماده مؤثره دارویی داریم تولید میکنیم برای مردم عزیزمون. اکثر اونها در واقع تنها تولید کننده بودیم. طی سالهای اخیر البته شرکت‌های دیگه هم به جرگه تولید کننده‌های مواد مؤثره در واقع پیوستن. با توجه به نیاز دارویی کشور ما امسال 4 قلم دارو رو مواد اولیه‌اش رو تولید کردیم و به سبد محصولاتمون اضافه شده. تو اون 64 ماده‌ای که ما داریم تولید می‌کنیم حدود 50% مرتبط با حوزه مواد نارکوتیک، مخدرها، ضد دردها، مسکن‌ها، مواد ترک اعتیاد در این شرکت تولید می‌شه. چند تا بطری از صبح زدی؟ 13 اضافه رو رفتی؟ مشکل خاصی نبوده؟ توی این واحد تلاش بر این شده با توجه به نیاز کشور به داروهای ترک اعتیاد، شربت‌های ترک اعتیاد و با استفاده از مواد اولیه ساخت خود شرکت این محصولات ترک اعتیاد تولید بشه. محصولات شامل شربت متادون 250 سی‌سی، شربت اوپیوم 1% 250 سی‌سی و شربت گایاکولی که برای موارد ضد سرفه هست. چون ما خود ماده مؤثر رو تولید میکنیم تا خط نهایی به مراتب میتونیم ادعا رو بکنیم که از منظر کیفی و جی ام پی محصول ما میتونه در رتبه‌های بسیار خوبی داشته باشه. شربت‌های اوپیوم و متادون که چندین سال شرکت تماد وارد مارکت کرده، ولی شربت گایاکودین، قرص های متادون 20 میلی گرم و 40 میلی گرم و قرص بوپرنورفین 2 میلی گرم به تازگی وارد مارکت شده. دانشی که در این شرکت داریم یک دانش کاملا بومی شده است، چون در دنیا دانش حوزه مواد مخدر و نارکوتیکا خیلی محدوده و تحت کنترل هستش و خیلی از کشورها قائل به این نیستن که این دانش رو در اختیار کشورها و شرکت دیگه قرار بدن. واحد تحقیق و توسعه در 3 حوزه مختلف: توسعه محصول، بینسازی محصولات موجود و فرآیند تولید و همچنین بحث مدیریت دانش فعالیت میکنه. ما ایده های اولیه از طریق کمیته توسعه محصول به ما ارائه میشه. این ایده ها بر اساس نیاز بازار دارویی جهت خودکفایی در زمینه تولید مواد اولیه و محصولات دارویی انتخاب میشه.
خلاقیت، نوآوری و توانمندسازی کارکنان در زمینه توسعه سبد محصولات با تولید 64 محصول، ارتقاء توان تولید محصولات استراتژیک که علاوه بر نیاز داخلی امکان صادرات را نیز فراهم نموده است و در کنار اینها رشد سرمایه، درآمد و سودآوری تنها برخی از اهدافی است که این شرکت برای ارتقاء جایگاه خود و نیز به قصد بهبود کیفیت محصولات دنبال می کند. روند دارو به چه شکلی هستش؟ نیازهایی که از جامعه توسط متخصصین پزشکان ما در واقع مشخص میشه، انتقال داده میشه به در واقع مسئولین فنی شرکت‌های در واقع تولید کننده دارو. آزمایش‌های اصلی که رو مواد اولیه یا محصول انجام میشه، مهمترین تستشون تست شناسایی هستش که در واقع ما شناسایی میکنیم ماده اولیه که خریدار کردیم در واقع ماده هستش که ما دنبالش بودیم. بحث کیفیت مواد هستش، بحث خلوصشون، بحث انحلال پذیریشون، بحث مقدار کانتنت ماده هستش که سنجیده میشن، خواص فیزیکی شیمیایی مواد سنجیده میشن. بسته به توانمندی ها، تخصص، دانش فنی خودمون، تجهیزات، ماشینالاتمون، این پیشنهادها رو میگیریم، بررسی میکنیم، اونی که در واقع امکان پذیر باشه بلافاصله توی کمیته های در واقع محصولمون، توسعه محصولمون به عنوان دستور کارمون قرار میگیریم. داروهای محصولات نهایی ما همه نارکوتیک هستن و در درمان اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر به کار میرن و علائم سندرم قطع افرادی که مواد مخدر رو مصرف میکردن کاهش میدن، مثل تب و لرز، مثل استراب، مثل بیخوابی. بعد اینکه ماده اولیه وارد شرکت اعتماد میشه، همزمان با تستای شیمی، تستای میکروبیش هم انجام میشه. اگه اون بحث پاتوژن های میکروبی، یعنی بیماریزه های میکروبی رو نداشته باشیم و اگه بحث کانتش هم بیشتر از رنج نباشه، محصول در واقع میره برای تولید محصول. ماده مؤثر تولیدش زمانبر هستش، یعنی شاید مثل یک محصول در واقع نهایی و فینیش نباشه. ماده مؤثر بعضن در واقع پروسه 3-4 ساله رو به خودش اختصاص میده. از این حیث هست که توی دنیا کار سختی هم هستش. کار این دستگاه توی خط تولید مایعات خوراکی این هستش که قبل از پر کردن این شیشه ها با محلول متادون، این شیشه ها سطح خارجی و داخلیشون با هوا شسته میشه تا اگه هر گونه ذرات خارجی داخل یا بیرون بطری ها وجود داشته باشه ازشون جدا بشه و عاری از هر گونه پارتیکل و ذره‌ای باشن. زمانی که یک فرد وابستگی به مواد مخدر رو شروع میکنه و وارد این حیطه میشه و وابستگی شدید پیدا میکنه، برای اینکه بتونه مواد مخدر رو کنار بذاره، باید حالا بحث اراده یه طرفه، ولی واقعا از لحاظ بحث جسمانی هم این فرد اعتیاد پیدا کرده و وابسته شده. این داروها توی اون بحث بهش کمک میکنه. هر آنچه در سطوح مختلف نسبتی با سلامت مردم یک جامعه پیدا می کند، در ابعاد مختلف از موقعیتی حساس برخوردار است. هر نوع ناکارآمدی محصولات یا عدم رضایت مشتریان در انتها به بی‌اعتمادی نسبت به تولیدات دارویی داخلی و تلاش و جستجو برای یافتن محصولات خارجی مشابه منجر خواهد شد که به غیر از آسیب زدن به روند پیشرفت داخلی در این زمینه ها، موجب افزایش نمونه های تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته در بازار سیاه می شود. در کشور ما در حال حاضر 100 تا 120 شرکت فعال در تولید محصولات نهایی داریم که این 100 و 120 شرکت حدوداً 94% وزنی محصولات نهایی رو تولید میکنن. ما رسالتمون هست که برای شرکت‌های محصول نهایی اون ماده مؤثره دارو رو برای اونها تامین بکنیم. شرکت ما داره دو تا خط اصلی، نارکوتیکا و غیر نارکوتیکا. در حال حاضر سالانی که قرار داریم سالان غیر نارکوتیکا هستن و محصولاتی که تو این سالان داریم تولید میکنیم از قبل محصولاتی مثل سلکوکسیب، رانیتیدین، متادون، هیدروکسیکلورکین، فولکسیتین و فولکسامین باشه. این شربت درسته که در ابتدا یک اعتیاد تمیز
به شربت پیدا میکنه، ولی وقتی رو بحث دوز نگهدارندش میره دیگه میتونه به کار خودش برسه، به مشغله خودش برسه، زندگیش تحت تاثیر قرار نمیگیره و به مرور زمان با دوز نگهدارندهی که فرد مصرف میکنه میتونه کم کم این دوز رو قطع کنه و به زندگی کاملا پاک خودش برگرده. ما توی برنامه های خودمون در راستای همون بحث خودکفایی مواد اولیه با تحقیق و توسعه روی مولکول ها و روی در واقع موادی که ارزش ارزی بالایی از یک طرف دارن و از اون طرف ارزش و سهم بسیار مهمی توی مصرف و سلامت در واقع جامعه دارن داریم کار میکنیم. بخشی از داروها رو شما خیلی از مواد اینترمدیت ها، حلال ها، مواد حدواز بعد از اون ور دنیا بیارید. ما اتفاقا خیلی از محصولاتی که داریم تولید میکنیم و صادر میکنیم بیس مواد اولیه اونها رو خودمون در کشور داریم و به نوعی اینجا یک هنر این شرکت است که با دانش خودش تکنولوژی که تونسته بومی سازی بکنه ریال رو تبدیل به ارز دلار میکنه. رایکری که الان داره در حال حاضر کار میکنه جهت تولید رانیتیدینه و مواد اولیه داخلش ریخته میشه، یه سری حلاله مخصوص این واکنش ریخته میشه، طبق یه دما و شرایط خاصی بعد از چند ساعت تبدیل میشه به محصول نهایی. اون محصول نهایی مرطوبه، میبرن تو خشکن خشکش میکنن، بعد از اینکه واحد کیوتی و کنترل کیفیت تاییدیه به ما میده اینا در بشکه‌های مخصوص خودشون بسته‌بندی میشه. ما به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین شرکت‌های داروسازی دائما در تعامل با سازمان غذا و دارو هستیم، برای اینکه از طرف اونا مشخص میشه که آقا مثلا توی امسال ما حتما فلان دارو رو یا فلان ماده مؤثره رو برای اینکه خدای نکرده کمبودی در واقع توی کشور به وجود نیاد تو دستور کار میذاریم. خیلی از نیازهایی که اینها قبلا از کشورهای دیگه میواردن، از کشورهای مثل هند، چین، کره و کشورهای دیگه، ما در واقع با تولیداتمون باعث شدیم که زنجیره اونها کامل بشه و از واردات محصولات جلوگیری بشه. این شرکت توانسته است علاوه بر تأمین نیاز بیش از 100 شرکت دارویی داخلی، محصولات خود را به بیش از 40 کشور در 5 قاره جهان نیز صادر کند. از آنجایی که تولید مواد مؤثره به عنوان اصلی ترین شاخص محصولات دارویی تابع استانداردهای بین المللی است، بخش مهمی از تمرکز شرکت بر جلب اعتماد شرکت‌های دارویی، پزشکان، متخصصان و در نهایت مصرف کننده ها معطوف شده است. الان در دنیا بین ماده مؤثره و صنعت داروی نهایی که دست مردم رسه، صنعت شکل گرفته به عنوان سمی فینیش، یعنی محصولاتی که آماده هست برای محصول نهایی. اینها رو میگن مثل محصولاتی مثل پلت، اسم اونها دیسی کردن، در واقع گرانول کردن، آماده کردن برای اون محصول نهایی. چند ساعت کار شروع شده الان؟ چه ساعت کار شده؟ کیفیت کوچین چجوریه؟ خوبه؟ چند درصد دفته؟ خوبه. این واحد یکی از نیازهای اساسی و اصلی کشور رو تأمین میکنه که اون نیاز به پلت‌های دارویی با ترکیب‌های مختلف با درصدهای مختلف. داروهایی که کاملا نارکوتیک و اصطلاحاً تحت کنترل هستن، همینطور که از اسمش برمیاد، باید توسط کلینیکا و دانشگاه‌ها به افراد محترمی که قصد ترک دارن عرضه بشه. یکی از مکانیزم‌های آزادسازی دارو در بدن اینه که شما بتونید دارو رو توی روده آزادسازیش رو انجام بدید نه توی معده. فرایندهای پلت کردن یکی از این مکانیزم‌ها رو در اختیار شما می‌ذاره که بتونید این کار رو انجام بدید. ما قبلا مجبور بودیم هسته شکر دارویی که خودمون یه تکنولوژی پشتش خوابیده از اونور دنیا، از کشوری مثل آلمان و ایتالیا، ما تا این سالها داشتیم هسته شکر وارد میکردیم. تا این چند سالی که ما به شدت تحت فشار بودیم از ناحیه بحث تحریم، همکارای خوب و ارزشمند ما در حوزه آرندی کار کردن. هسته شکری که ما طی این سالهای از سال 83 تا الان که تقریبا 14-15 سال داشتیم استفاده میکردیم، امسال الحمدلله تونستیم هسته شکر خودمون تولید کنیم. عمده محصولاتی که این بخش داره تولید میکنه محصولات گوارشی هست و قابلیت تولید 180 تا 200 تن محصول رو در سال داره که میتونه تأمین کننده کامل نیازهای کشور باشه. توی شرایط تحریم
کنونی اگر شرکت تماد به عنوان تامین کننده بزرگ ماده اولیه نبود، واقعا توی بحث داروها به مشکل می‌خوردیم، چون برای بحث واردات ماده اولیه‌اش خب خیلی از کشورها دیگه قطع همکاری کردن. کشورهایی هم که با ما کار می‌کردن مثل چین و هند واقعا مواد بدون کیفیت خودشون رو به ایران صادر می‌کردن. همونطور که می‌بینید تستای کلاسیک رنگ‌سنجی است برای شناسایی یک ماده اولیه یا محصول که در واقع با تغییر رنگی که داره ما در واقع میتونیم شناسایی کنیم این محصول یا ماده اولیه مورد نظر ما هستش یا نه. تستای بعدی تستای میزان قلیاییت یا اسیدی بودن مواد رو انجام میدیم که عمدتاً با استفاده از همین رنگ سنجی میتونیم در واقع اینا رو آنالیز کنیم، اندازه‌گیری انجام بدیم. بیش از 94 تا 97 درصد در واقع داروی مملکت توی داخل تولید میشه به لحاظ وزنی، ولی در واقع اون 3% یا 4% یا 5% که در واقع داخل تولید نمیشه از نظر ارزش ریالی و از نظر اهمیت سهم خیلی در واقع بزرگی رو به خودشون اختصاص میدن. طبیعتاً ما توی دستور کار خودمون با همکارای در واقع متخصص و با تجربه خودمون رسیدن به این مولکول‌ها و مواد مؤثره‌ای هستش که الان در واقع داره باز از خارج وارد میشه و سهم مهمی توی واردات کشور داره. از آنجایی که سرمایه‌های متخصص انسانی اصلی‌ترین سرمایه‌های شرکت به شمار می‌روند، پیش‌بینی، بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل و برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد جهت کارکنان و آموزش‌های حین کار و تدوین و اجرای آیین‌نامه بهبود مستمر در فهرست مهمترین برنامه‌های این شرکت است. ما تولید محصولات خودمون رو با این نگاه که علاوه بر نیاز داخل کشور میتونیم صادرات بکنیم. راه برون رفته کشور ما، صنعت داروی ما برای اینکه بتونه در واقع محصول خوش ارائه بکنه صادرات هند و چینی که در دنیا به عنوان قطب و مادر تولید کننده مواد مؤثر داروی محسوب میشن. ما یک دو این دو تا کشور هند و چین جایی هستن که بخش مهمی از صادرات ما به اونجا میره. این شربت اوپیوم تینکچر محصول فینیش شرکت تماد که در واقع بعد اینکه تولید شد، بسته‌بندی شد، بچهای نمونه بردار از این نمونه میارن برامون و بعد ما تستای میکروبیشو انجام میدیم. تمام تولید کنندگان مواد اولیه دارو مستلزم هستند که از فارماکوپه‌های دارویی پیروی کنند. خرید دارو مستلزم رعایت این فارماکوپه و تولید تحت شرایط GMP هستش که شرکت ما با توجه به روند صادرات که داشته تقریبا یک عقبه 20 ساله نشون داده که تولیدش پایدار استیبل هستش و تمام فارماکوپه ها و قوانین موجود صنعت دارو رعایت میکنه. این مطالعاتی که ما انجام میدیم برای بحث هم حالا اداره داروی خودمون میخواد، هم بحث صادرات، هم اولین چیزی که از ما میخواد مطالعات بایو اکوالانسی با برندهای معروفه. و همین وقتی ما اینو انجام دادیم واقعا با برند خارجی هیچ فرقی نداشتیم، تو همه نمودارا اوورلپ داشتیم. به جرئت میتونم بگم ما شاید 40% از ظرفیتی که ایجاد شده در شرکت نهایی ما نیاز کشور رو تامین بکنه و ما حدود 60% ظرفیت‌های مازاد بر تولید داریم. برای انتقال تکنولوژی از مقیاس آزمایشگاهی به مقیاس تولیدی نیازمندیم که واحد نیمه صنعتی رو داشته باشیم تا بتونیم تجهیزات مورد نیاز و نقایص انتقال تکنولوژی رو برطرف کنیم. این تجهیزات به ما کمک می‌کنه که در یک مقیاس بالاتر دانش فنی تولید شده در مقیاس آزمایشگاهی رو توسعه بدیم. 8 میلیون دلار سال قبل، 10 میلیون دلار امسال، جمعاً 18 میلیون دلار صادرات، 25 میلیون دلار واردات. یعنی ما تنها با 7 میلیون دلار واردات ارزی که داشتیم تونستیم چیز حدود 500 میلیارد تومان فروش رو ایجاد بکنیم. این دو تا عددشو کنار هم بذاریم. از مزایای دیگه‌ای که صادرات برای کشورمون، برای شرکت‌های داروسازی میتونه داشته باشه، جهانی شدن هستش. شما با صادرات به کشورهای مختلف میتونید استانداردهای خودتون رو بروز بکنید، در استانداردهای تولید داخل خودتون رو افزایش میدید، تولید رقابت پذیر دارید و میتونید جاپای شرکت‌های رقیب خارجی شما هم با قدرت ظاهر بشید
و بتونید محصول خودتون رو تو اون بازارها بفروشید. تولید مواد اولیه پسابای آلاینده هست. برای حذف این آلاینده ها نیاز به تکنولوژی های جدیده. شرکت اعتماد از چند سال پیش اقدامات آزمایشگاهی و تحقیقاتی رو شروع کرد با همکاری یکی از شرکت های موفق در زمینه پسماند ها و پساب ها. تونستن سیستم زیرو لیکوید دیسشارج یا زدلدی رو راه اندازی بکنن، بدین منظور که پساب های صنعتی وارد این سیستم میشه، از طریق تبخیر فاز حلال از آب و جامدات و مواد غیر قابل حل در آب جدا میشه. با توجه به مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و قانونی در خصوص عملکرد درست زیست محیطی، این شرکت نیز با پیش رو قرار دادن شعار پیشگیری قبل از درمان و در دستور کار قرار دادن تولید ناب و بهینه‌سازی فرایندهای تولید به منظور کاهش و استاندارد کردن آلاینده‌های محیط زیستی، اصلاح سیستم تصفیه خانه صنعتی، توسعه فضای سبز و اجرای مدیریت پسماندها و دیگر روش‌های کارآمد به نوبه خود در این مسیر گام برمی‌دارد. اعتیاد الان در تمام جوامع بین المللی برای خود سیستم دولت مشکل سازه و اون فردی که اعتیاد داره واقعا یک فرد یوزلس و ناکارآمد هست در تمامی بُعدهای زندگیش و یک بار درآمدی بسیار بالا، هزینه بسیار بالا روی دست دولت و وزارت بهداشت هر کشوری میتونه بذاره. بعد از بسته‌بندی این بطری‌ها داخل انبار قرنطینه نگهداری میشه، پس از تایید آزمایشگاه کنترل کیفیت و تایید کیفی اینها توسط شرکت‌های توزیع به کلینیک‌های مخصوص ارجاع داده میشه. محصول نهایی ما بر اساس استانداردهای جهانی USP BP استانداردهایی که در اروپا، آمریکا و همه دنیا یک استاندارد واحد داره. اگه با توجه به برنامه‌هایی که روی گوشی‌های هوشمند هست ما بتونیم این بارکد دو بعدی رو اسکن بکنیم، به ما خواهد گفت که این بطری در کجا تولید شده، کی تولید شده و تاریخ انقضای این بطری کی هست. من الان کدئین فسفات تولید میکنم به عنوان یک ماده ضد درد مهم در دنیا که یکی از اتهام محصولات مهم صادراتی ما هست. چون استاندارد به کار رفته شده در این محصول در همه جونه یکیه، شاخص و خطکش یکیه. اینی که بعضی وقتا شایع میکنن که آقا محصولات ایرانی در واقع اثر بخش نیست، باور بفرمایید یه بخشش بخش روانی هست، یه بخشش بخش بازاریابی هست رو تبلیغاتی که انجام میگیره. همونطور که ملاحظه میفرمایید آب ورودی و این آب خروجیه که تبدیل میشه. این آب قابلیت استفاده در فرآیندهای تولید رو داره. قابل ذکر که خدمتتون بگم این فرایند زدلدی به عنوان اولین بار در شرکت تولید مواد اولیه دارویی در ایران راه اندازی شده. برای توسعه صادرات ما برنامه‌هایی داریم، توسعه بازاریابی دیجیتال رو در کار خودمون قرار دادیم و همینطور شرکت در نمایشگاه تخصصی با برنامه‌ریزی قبلی. جامعه‌ای که نارکوتیک داره یک جامعه سوپر مدرن از نظر من و ما میتونیم افرادی رو که اعتیاد داشتن و به مواد مخدر وابستگی داشتن و زندگیشون تحت تاثیر بوده مانیتور کنیم، با دارو مانیتور کنیم، با آنالوگ اون ماده مخدر مانیتورش کنیم که انشالله بتونه به زندگی خودش برگرده و برای سیستم کشورش کارآمد باشه، در خانوادهش هم دیگه مشکلی نداشته باشه. صنعت داروسازی در ایران با قدمت بیش از 60 سال و با وجود بیش از 600 شرکت تولید کننده در زمینه مواد اولیه از جمله صنایع مهم و استراتژیک محسوب و در میان منابع سودآور طبقه بندی می شود و در همین راستا بخش داخلی دارویی ایران در تلاش است که با کسب گواهی نامه های معتبر کیفیت بیش از پیش بر کیفیت عمل کردش بیفزاید و با استفاده بهینه از ظرفیت‌های خالی تولید و همراه بودن با سمت و سوی جهان آینده‌ای روشن‌تر از گذشته را پیش روی کشورمان قرار دهد.